بیانیه‌های اعضای پارلمان فلسطین در محکومیت حمله نظامیان مالکی به مجاهدان اشرف و فراخوان به دبیر کل ملل متحد، ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای حفاظت از اشرف. خانم انتصار الوزیر امجهاد، وزیر پیشین امور اجتماعی و عضو پارلمان فلسطین. حمله به اشرف جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است که توسط عوامل مالکی و به دستور رژیم حاکم بر ایران انجام گرفته است. این عمل جنایتکارانه ناقض قوانین بین المللی است، به ویژه که ساکنان اشرف تحت حفاظت قانونی بر اساس کنوانسیون 4 ژنو قرار دارند. ما خواستار دخالت فوری دبیر کل سازمان ملل و اتحادیه اروپا و آمریکا برای خارج ساختن کلیه نیروهای مسلح عراقی از کمپ اشرف و ممانعت از تکرار جنایتی دیگر بر علیه ساکنان بی سلاح و بی دفاع اشرف هستیم. دکتر سهر القواسمی، عضو پارلمان فلسطین از جنبش فتح: جنایتی که عوامل مالکی علیه ساکنان بی دفاع اشرف صورت دادند محکوم می باشد و این یک جنایت علیه بشریت است. از این رو از سازمان ملل و آمریکا می خواهیم برای تأمین امکانات پزشکی برای معالجه مجروحین و نجات جان آنها فوراً اقدام کنند. همچنین سازمان ملل متحد یک تیم ناظر را در اسرع وقت در کمپ اشرف مستقر کند. شیخ تیسیر التمیمی، قاضی القضات فلسطین: جلوگیری از دیدار هیئت پارلمان اروپا از اشرف، پرده پوشی جنایت علیه بشریت. شیخ تیسیر التمیمی، قاضی القضات و رئیس شورای عالی قضایی شرعی فلسطین و عضو کمیته عربی اسلامی دفاع از اشرف و مؤسس مرکز مطالعات و حقوق بشر بیت المقدس، اجازه ندادن دولت عراق به هیئت اروپا به ریاست استران استیونسون، عضو پارلمان اروپا و رئیس هیئت رابطه با عراق، برای دیدار از کمپ اشرف را مورد نکوهش قرار داد. قاضی القضات فلسطین این اقدام را گامی برای پرده پوشی آنچه در اشرف می‌گذرد و جلوگیری از اینکه جهان از واقعیت اوضاع در آنجا مطلع شود دانست و افزود: در 8 ماه آوریل، 19 فروردین، نیروهای عراقی در حمله به اشرف موجب کشته شدن 35 نفر و مجروح شدن بیش از 300 نفر که شماری از آنها در وضعیت خطرناکی به سر می‌برند گردیدند. دکتر تیسیر التمیمی بار دیگر از جامعه بین‌المللی خواستار تأمین حفاظت ساکنان اشرف و اعزام کمیته حقیقتیاب برای آگاهی یافتن از موارد نقض آشکار حقوق بشر و رنج مجروحان و بیماران گردید و از رسانه‌های عربی و اسلامی خواست این مسئله انسانی و افشای رفتار و تخلفات علیه ساکنان بیگناه و بی سلاح کمپ را مورد توجه قرار دهند.